تهیه و نمایش دادن این فیلم نامه هرگیز نکوهش و تحقیر کسی نیست، بلکه نشان دادن واقعیت تلخ است که در سرنوشت یک نفر انسان نقش مدهش، سیاهی شرمگین و پاک نشونده باقی گذاشته است. این واقعیت در پیراهای پرپیچ و تاب زندگی او را به بازیچه قربانی دست دیگران تبدیل داده، مجرای حیاتش را جانب دنیای برده است که آنجا تنها دسیسه و ماجرا، خودباختگی و بیگانه پرستی، نیرنگ و تقلب، رزالت و خیانت، بیننگی و بیناموسی، جهالت و بیحیثیتی حکم فرما بودند و امروز او در موجهای پرتلاطم این همه کثیفی راه نجات یافته نیست، ولی مفکوره بند جهالت دستان او را به این جاده رهنمون ساخته، او را بیشتر از پیشتر به آغوش این تاریکی تیله می دهند. در این فیلم نامه سخن درباره شخص با نام و نسب محمد اقبال صدرالدین می رود. کیست او؟ چرا به صفت چهره منفی این فیلم مستند انتخاب شد؟ برای پاسخ جستن به این سوال ها، صحیفه های ضمن تهیه فیلم نامه معلوم گشته را از کار و روزگار و زندگی نام برده ورق می زنیم. بی‌شرفی. بسیار قلابانی را می دانم که هیچگاه تبلیغ نمی کنند، اما یک واعظی را نمی دانم که قلاب نباشد. حکمت بزرگان. 4 آگوست سال 2020 به مقامات پراکراتور شهروندان کبوتوف نعمت الله، بدرالدینوویچ خالف، امام قول امانوویچ و قیوموف ناصح الدین شریفوویچ مراجعت کردند. عریضه هایی که جبردگان به مقامات تفتیشاتی پیشنیاد کردند میخوام نمایش دهم. عریضه خالف امام قول، پدری مرحوم خالف سیاووش، عریضه کبوتوف نعمت الله، اینچنین عریضه جبردیده قیوموف ناصح الدین، اینچنین بیانات آنها که گرفته شدند، همزمان کیتانسوی که محمد اقبال صدرالدین از جبرده ها مبلغ پولی گرفته است با این امضاهاش تصدیق کرده می شود. داروهای فری، یعنی با سخنویی که از آیات و حدیث و از یعنی استفاده برای اسلام از همین چیزا مردم فهم میکرد، پول میگرفت و همین قلابی میکرد و زندگیش اونجا پیش داد و پیش میبرد. این کس یک قلاب، یک دروغو، یک ماشین بود. این من یک جبر دیده، یک سه 30,000 من گرفتگی است. چند سال شده است که یعنی $100 برای من تا به حال نداده است. تا امروز به خدا قرض کرده است از همین، از دست همین محمد اقبال صدرالدین. تو چند صبر میکنی در غریبی ما؟ ما گشته یا چشیدیم خیلی سبب شکست خوردن همین کار گفتی اپو خطان میدونی که از کجا سر زدی؟ نه ما هم دیگه ایلوجی گفتی اپو ایتری چیزی نیست که ما خب کنیم بشینیم مخون با مجبوری میاد یا جا شکایت کنیم که قرض قوله را دادن در کارک شکایت کردیم و کار ندارم اون طرفش تو چی کار داری نداری طرفش راستی و درستی شد گفتی سمید که برادر سبب گپ و خبر و شکست خوردن چنگیز دزدیدن بجا کردن تون شید شکست خوردن منم خطی به قطاری اکی نعمتلو مرم شکایت ما کردم و این گپای زیادتی رم نگو، تحمتای بیهوده رم نکن، بگی گفتی گپای خیلی قدر قواتت بلنده، بگی وستنوید کن پل مولی مردم ها، بگی وستنوید کن تمام میشکه گپت نمیگم. در دوره ای که به دولت افغانستان فرار کرده بودن در نزد ملاهای همون سرزمین یگان تعلیم گرفته باشند، همین تعلیمات رو به کار برده در بین مردم از نام اسلام گپ میزد، مردم رو فریب میکرد، به همین واسطه از مردم مبلغ های زیاد میگرفت، از مردم به مبلغ $430,000 گرفته با وعده های فریب کننده خود آنها رو باور کنونید و مبلغ ها رو گرفته من همین خیلی خانه و در خرید و امروز فرزندان آنها به خانه و به در در هر جا سرسان و سرگردان میگردند. مبلغ فریفته همین محمد اقبال امروز
شکمی او رو در خارج سر میکند و مردمی که مبلغ رو با یک باوری به او دادند امروز محتاج هستند، به خانه بیدار موندگی هستند. پس از آمدنش فهمیدیم که پدرم در شهری امارات دبی متحده عرب با نام شخص محمد اقبال صدرالدین شناخته شده است و از مبلغ هایی که برای تجارت برده جمع کرده بوده است که محمد اقبال صدرالدین با راه استفاده از مثال ها آیات قرآن و سخنان بزرگان با باوری شهروندان تاجیکستان از جمله پدر من در آمده مبلغ ها را گرفته در کدام بیجه جهانی گذاشته است. پس از مدت که پدر من برگشت آمد دیگه یکم چی نبود، ما هم داروی من را دادیم، تا حال یکم مبلغی را نگرفتیم و یکم جوابی را نگرفتیم. از این جهات به مقامات تاجیکستان مراجعه کردیم، به پرکراتورا با کار وزارت شورای داخلی. انسان ناشکر بی وجدان و بی ایمان است، نباید با او اعتماد بست. حکمت بزرگان. توری از این گفته ها برمی آید محمد اقبال صدرالدین توانسته است که از تجربه روزگار آن بهره را بگیرد که برای منفیت شخصیش حاصل بی برکش می دهد. اسلام را او دام تزویر جهت رهگم زدن افراد اعتقادمند و از خود کردن مال حلال آنها کرده است. در این راه پیش گرفته برای محمد اقبال صدرالدین فرقی ندارد که تقدیر این اشخاص چی می شود، فرزندان آنها چی می خورند، در کوچه می مانند یا غریب و دربدر سرسان و سرگردان می شوند. در گرسنگی فرزندان این مردم تنها شکم سیر خود را می بیند و در یافت وسایل آرام کردن نفس ناسیرمش را. از آیات و حدیث روایت پیش آورده پول دیگران را می رباید. آنها قرضدار گشته با فرزندانشان سر کوچه می مانند و این قلاب صاحب مال و ملک زیاد می گردد. این خاندان یعنی اویله صدرالدین قلندر را سالهای سال می شناختیم، با آنها همسایه بودیم در یک کوچه در یک محله، ولی این اویله را من حقا همسایه ها همچون یک اویله خرافاتی، همچون یک آیله که یک با عقیده های ارتجایی نام برآورده بودن می شناختیم. اصلا یک خود مغروری و خودپسندی و پرتکبری این خاندان آنها را همیشه از حق همسایه های دیگر جدا می کرد و خود تربیه نادرست در همین محیط اعتراضی و همیشه کوشش نمودن برای پی عملی گشتن مقصدهای غرضناک خیش به همین آورده رسان که این آیله امروز پهن و پریشان است. دورانی که ما در محله غفور زندگانی میکردیم همراه صدرالدین همسایگی داشتیم. اون کس رو من خوب میشناختم، فرزند اون کس رو من درس دادگی هستم. محمد اقبال صاحب یک چند خانه ها هست در محله غفور. خانه دوشیانه قریب 10 حجره دارد، در کوچه مدنیت خانه ای که 23 حجره دارد، خانه با حشمت. در کوچه جلیلف 2 حولی، در کوچه جلال الدین رومی خانه بلندشونه. او در یگان جا کار نکند، در یگان سم فعالیت نداشته باشد، اینقدر مبلغ از کجا پیدا شد که اینقدر صاحب خانه و در شده است. من 32 سال باز آموزگار کار میکنم، یک 3 حجرگی دارم که من در کارخانه کار میکنم، موزی معاش دارم، لیکن قدرت خریدن خانه ندارم و کار نکرده یک درآمد نداشته از کجا اینقدر صاحب خانه در شده باشد. بالای این در همه خانه هایی که وی صاحب گشته است آدمان خارجی اجاره شنونده است و همه مبلغ هایی که از اجاره میگیرد وی به دولت انداز نمیسپارد، به سپردن انداز با همون خارجه کشاله کرده مبلغ رو میبرد. 5 سال میشه در خانه من زندگی میکنم، به نام خانه به نام
ملا قلندر همینجا زندگی میکنم. ملا قلندر تا 2019 1,500 سامان آرنده میشینم. تا 2019 صاحب 10 فرزند هستم. دیگه بچه های ما در مکتب 6 5 تا بچه ما در مکتب 6 درس میخوانن، دو تا دختر ما در کالج اینجا میخوانن. بعد از 2019 ملا قلندر که خودش گم شد، باز عروسش آمده از ما میگرفت 1,000 سومان. تا امروز اینجا آمده ماجر شده، تمام شرایط برای ما مساعد است. ما که شهروند خارجی هم هستیم، ما همین کرونا هم آمد، ما را همین دکترهای تاجیکی دادن در ما آورده، دارو دوای ما را همینجا دادن. در تو چی میرسید که توی تو جای جایداد انداخته؟ ما قرار که از همسایه خبر شدیم، یک خانه نه، 5-6 خانه داره. طول چند سال در همسایگی با انا همین محمد اقبال صدرالدین زندگی دارم و در باره اویله آنها بسیار چیز رو میدونم. من میدونم که در اویله آنها که در نزدیکی ما زندگی میکردن، همه آنها اومن یکان معلومات نداشتن. اولا پدر آنها صدرالدین قلندر، یعنی با لقب ملا ما میشناختیم، از همین افغانستان سال 1990 وقتی که برگشتن، شرایط زندگیشان خوب بود. بسیار خانه های یک بلندوشیانه، خانه حتی دوشیانه می ساختن. ما در مهلتی همین قدر سال کار کردن، بینید من همین خانه من است که در اینجا می بینین، این خانه من است. در خانه من، من همین قدر مهنت کردم، من هم خانه من. و خانه بسیار دوشیانه، یک خانه با حشمت دارد. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه مدنیت 2، کسر 1، خانه 45، عبارت از 23 حجره در مساحت 0.40 گکتر. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه بابا جان غفوروف، خانه رقمی 70، عبارت از 4 حجره در مساحت 0.8 گکتر. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه جلیلوف 84. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه جلال الدین رومی، بنای 5، خانه 22. طبری از گفته های این شاهدان ثابت می‌گردد، محمد اقبال صدرالدین در هر یک کردش سودی خود را می‌جوید و پروای سرنوشت دیگر انسان‌ها را ندارد. او مومین برادر مومین گفته، آنها را فریب می‌دهد، مبلغ‌هایشان را می‌گیرد و همچون یک واعظ دین در این صورت برایش حرام بودن مال مؤمن را انکار می‌کند. چرا چنین است؟ او که پیوسته در سامانه و صحیفه های اینترنتی از باب مسلمانی وعظ می خواند، چرا خود به دزدیدن مال دیگر مسلمانان مشغول شده است؟ چرا او نسبت به همدینان خود چنین بیرحمی را روا می بیند؟ ریشه پاسخ را به این سوال ها در ایام نورسی و نوجوانی محمد اقبال صدرالدین در شیوه زندگی، خانوادگی و تعلیم و تربیه گرفته او جستن در کار است. بزرگان علم و ادب بیهوده نگفتند که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. محمد اقبال صدرالدین در مکتب دانش کامل نگرفته است، زیرا پدرش او را مجبور می ساخت که به مکتب کمتر رفته، بیشتر در نزد خودش و دیگر ملاهای توصیه دادش سبق دینی گیرد. اسب تازی در طویله اگر ببندی پیش خر، رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود. اگر از همین لحاظ، از همین یک پندی خیلی مهمی انسانی اگر که خلاصه براری کنیم، به خلاصه آمدن ممکن است که همیشه بهادهی این یا آن شخص، این یا آن فرد در آیله، بهادهی را باید از محیط خانواده دید که چگونه فضا بود، در کدام محیط بیواسطه او تربیه یافت، کلان سالان آنها چگونه بودند. یک انسان، یک ملا با نام ملا در ناخونک 14-15 نفر گودکی سین سالهای گوناگون را گرفته در شرایط خانه، به یکان پروگرام تعلیمی، به یکان آموزشی سطح دانش اولیه این کودکان، در کدام شرایط کلان شدند، تربیت کی را گرفتن؟ دانش اولیه، بعضی نیز نمیگن دانش اولیه، یعنی دانش بنیادیشان تا چه اندازه است، همه همو را
با یک ترتیب برای خودش معلوم یا که تو چه اندازه علمان اساسناک نه که خودش از روی معلوماتی من گرفتم هم اگه صنف 5 تمام کرده است، صنف 5 حتی مکتب میانه را با پورگی کاملا خط نکرده است، او به همه کودکای ما تعلیم میتیاد. چی را تعلیم میتیاد؟ چی را تعلیم میتیاد؟ من نمیدونم کریکولا تعلیمی دارد؟ نه. دانشگاه آموزگاری خونده است و پدگوگی کرده، یعنی که علم معارف پروری رو میدوند؟ نمیدوند. پس در اساس چی تعلیم میتیاد با ما؟ ما در یک مکتب یک جای میخوندیم، در مکتب خوندن اشتوس بود، دشوار تربیه بود، با آموزگاران، با خوانندگان به حد دغلانه رفتار میکرد، در مجلس های پدر و مادر پدرش هم اشتراک نمیکرد، خودش هم اشتراک نمیکرد، تماما در بارش خصلت های بد، گفتاروی بدش ها میفهموندن، همسایه ها تا از همه کودک چکر گب زنن، بیزار هم شده بودن، کودک ها را به حد غم میداد، در مکتب کاروی رفتاروی بیجا میکرد. پدرش یکی از سرکردگانی نهضت اسلامی بود، از روزهای اولی که به درس می آمدند، محمد اقبال صدرالدین به درسهای دنیوی یا به درسهایی که ما تعلیم می دادیم کم توجه داشتند، زیرا از روزهای اول زیر تاثیر یک ایدئولوژی خرافات پرستی قرار داشتند. در مؤسسه علاوه از روزهای اول تحصیلش معین بود که نسبت به دینهای به درسهایی که مکتبی هستند عموما تعلیم داده می شوند کمتر توجه دارد، بیشتر عقیده های خرافات پرستی که در آیله از جانب پدرش تلقین کرده می شود فرا گرفته بود را. انسان که به دنیا می آید با غریزه های معین جنسی و شهوانی به دنیا می آید، چی انسان و چی حیوان، ولی انسان در زیر تأثیر محیط اجتماع زیر تعلیم و تربیه صاحب خرد می شود، صاحب عقل سالم می گردد و او برای اداره نمودن همین گونه واقعا غریزه های گوناگون جنسی خود همین عقل و خرد و مفکوره را تفکر را که زیر تأثیر ری همین محیط سالم اجتماع به عمل آمده است صاحب می شود و آن را اداره می کند. همین تقدیر بیچاره، من بیچاره می گویم همین محمد اقبال را که تأثیر همون محیط اویلوی خرافات پرستی پدر بود که همین فرزند وی به همین راه روانه شد، چون که در زیر فشار تربیه پدر محمد اقبال هم چنین تربیه نادرست گرفت. شاید اگر محیطی سازگار می بود در یک محیطی سالم اویلوی، شاید محمد اقبال اگر تربیه می یافت، شاید از او یک متخصص کسبی، یک طبیبی خوب، شاید یک آموزگار خوب، شاید یک مهندسی خوب تربیه می یافت. ولی صد افسوس یه زندگی خیلی زیاد است، پهلوهای بیولوژی و فیزیک و ماتماتیک و شیمی و انجینری و طب و معارف و راهسازی و کیهانشناسی و دیگر مسئله های زندگی است که این نفرانی که عمر خود را در اونجا صرف میکنند کودکان، اونا آماده زندگی کردن در این جمعیت نمیشوند، یعنی او را در یک وکوم نگاه میدارن با همون یک مقداری دانشی که به آنها میتیان، اونا را زامبی را باید میکنن، منقرض میکنن و اونا بغیر از 4-5 سوره و گویا که در پشت این دیوار، دیوار قیامت است، او طرف دنیای جوابگویی دارد، به همین روحیه تربیه می ایام میشون زام، یعنی که آدمایی که در اساس پسیکولوژی روانشون رو اداره کرده بسیار ساده می شود. حقیقت علمی کیها اثبات کرده است که عملکرد هر یک شخصیت از خصلت و خوی خود او بیرون می آید، از تربیه‌ای که در خانواده گرفته است، از انعنه هایی که برای این خانواده خاص بودند، از محیطی که شخص در آغوش آن به وای رسیده است. متاسفانه محمد اقبال صدرالدین در حیات محض قربانی محیطی گشته است که پدرش و همدستان پدرش از تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی به وجود آورده بودند. همه چیز در زندگی متوازن است. اگر شما وجدانتان را گم کردید، پس شما بی‌شرمی، بی‌شرفی و بی‌ناموسی را پیدا نمودید. حکمت بزرگان.
قلندری صدرالدین. قلندری صدرالدین لقبش ملا قلندر، سال تولدش 1948، زاده ناحیه نوراباد، ملتش تاجیک، آیلدار، صاحب دو زن و 13 فرزند، قبلا استقامت کننده شهر باختر، کوچه بابا جان غفوروف 70، 22 مارت سال 2019 در جمهوری پولشه وفات کرده است. شناسایی با شرح حال این خانواده بازگوی کننده دلیل های رد ناپذیری می باشد که از ناسالم بودن این آیله از نخست شهادت می دهند. بزرگ در یک اثرش می نویسد که آدمی خود را از آیله دیگر حیوانات جدا نمود، لیکن خصلت های حیوانی خود را با گذشت ده ها اثر از یاد نبرد. این گفته ها در حیات، کار و روزگار و کردار و رفتار صادر کرده قلندر صدرالدین 100% ثابت می گردند. نامبرده سال 1985 از طرف سود شهر قرغانتپه با جرم دست دادن به زوافیلیا 1.5 سال از آزادی محروم کرده می شود. بعد ادای جزا برای گریز از این شرمندگی چندین دفعه جای زیستش را عوض می کند. خودی اگر از خودی ملاقلان درگیریم همی خیلی آوزه ها حتی بین حکم همسایه ها بود که دورانی که با فروختن چورو مشغول می شد او رو بد اخلاقی متهم کرده بودن و از همین سبب او بارها از بیشتری وقت از همسایه ها روح گریز می گفت. در یکون جو ملا این همسایه ما کار نمی کردن، یعنی یکون کارخونه یکون وای کار نمی کردن، به فروش چورو مشغول بودن. تو حتی یک کاری نامعقولی کرد که به چورو دست درازی کرد. در همین دوره چطوری که من گفتم همین با محکمه شیست به اون خاطره که با حیوان خانگی مناسبت بد اخلاقانه نمود. انا همین بود که ویره با محکمه کشیدن و بعد از اونی که از جمهوری اسلامی افغانستان برگشته آمدن اویلش رجبی حتی نخواست با وی زندگی کند و وی با حنیفه خان نام یک زنی دیگر که همسین سالی فرزند کلونیش بود خاندار شد و 13 فرزند داشت. یکم فرزندی وی معلوماتی اولی ندارد. درباره آن دهشت و وحشت، قتل و خونریزی، خرابی هایی که سرکردگان این حزب تروریستی بر سر ملت تاجیک آوردند، میلیون ها صحیفه نوشته شد. گناهگار این جنگ سنگین و ننگین بودن نهضتی های تروریست پر از ثابت گشت و حاجت به تکرار این موضوع نیست. اینجا باید یک نقطه تاکید گردد که نهضتی ها در برابر صدها هزار نفر از جمله زن و فرزند و دیگر پیوندان و نزدیکان خیش را با بدبختی مواجه ساختند. محمد اقبال صدرالدین یکی از آنهاست. او در حقیقت نورس بیگناهی بود که بدون اختیار خودش به صحنه دهشتناک و پس پردگی حیات خاصی دایره های افراطی کشیده شد. تربیه خودی ملا قلندر از سبب اون که درست براه موندن شده بود شاید فشاری انا همون سرپرستان خارجی بود که وی رهبر حزب نهضت اسلام بود و باید با مردم خدمت میکرد، با وطن خدمت میکرد. برعکس به جای اینکه خدمت کند و مردم رو به شور آورد، به سر مردم یک بلایی رو آورد که مردم نهایت به یک حالت بدی گرفتار شدند، کوچ بستند، چقدر مردم از فرزندان محروم شدند، از خانه در محروم شدند، به سر مردم یک بلایی رو گرفتار کردند که یک قسمت زیادی جوان مردان ما رو هلاک کردند، کشتند. خوب به نظر می رسد که اینجا محمد اقبال صدرالدین یک قربانی است، قربانی همین ایده های ارتجایی که اون دوره زیر تاثیر پدرش، زیر تاثیر سابق حزب نهضت اسلامی مانده بود. یعنی ببینید اینجا اگر ما تحلیل نمایم میبینیم که اول اون چیزی که در آیله، در محیط آیله از پدرش ملا قلندر به او تاثیر رسیده است و اون زیر تاثیر روانی پدر مثلا بگیریم به همین راه رفته است. دویم محیطی که در آنها مثلا بگیریم در آیله آنها، در محیطی که همون پدرش رو اعضای حزب نهضت اسلام بودند، تأثیری به واسطه به روانی محمد اقبال صدرالدین رسیده است و سیوم زیر تأثیری ایده های ارتجایی جهالت پرستی سابق حزب نهضت اسلامی دیگر
تمام پیوندانی محمد اقبال صدرالدین و پدرش و اون پیروانش زیر همین تاثیر موندن و امروز محمد اقبال صدرالدین به مثل یک بیچاره یا که گویم که یک قربانی همین ایده گشته است، یعنی یک با یک گرداب فرو رفته است که از آن راهی برآمدن را نمی‌بیند. آدمان هیچگاه از عملهایی که برایشان عادت شده است پشیمان نمی شوند. حکمت بزرگان. سلام علیکم. جور هستی جور؟ اقبال خان چیال داری جان؟ جور هست ساعتت خوب هست؟ مشم شناختی نشناختی؟ من دل آقا هستم، دل آقا کتی رفیق قماندان غلام، قماندان غلام در خندوز. سال ما فکرم که از 93 بود آمده بودی طرف خندوز آمده بودی ماجر شده بودی باز آستا آستا دیگه قماندان غلام دیگه خوشش آمدی، خوشش آمدی و کت زن آلا قماندی نداشت و خوشش آمدی. خیلی وقت کتیت بود بخیر بود زندش باری بودی دیگه. قماندان غلام یکم وقت قصه میکرد میگفت که ما باور میکنیم که چهار تا زن دیگه بگیرم مزه که ما از اقبال دیدیم از زیر نخواد که دیده باشم دل باتر. خیلی که قماندان غلام علا کارا کدی و باز یک چند وقت بودی قریب خیلی وقت 3 سال و چقدر رسوایی شد، چقدر گپا شد، پدر بیچاریش چقدر عذاب کشید، آخر به چشم پدرش خرید از پیش قماندان غلام. قماندان غلام تابیخ میگفتن او را. او وقتی امو مهاجرین تاجیکستان که آمده بود در او وقت از جنگل تیر شد دیگه بیچاره آواره شدن آمدن در این منطقه دیگه در اوج باز امی مردم ها رفتن امو قوم های اسکی امو ترکمن های ما مردم رفتن از او کشلاق از جنگل اینا را گرفته آوردن در خانه شان جای و جای کدن بعد بسیارش طرف قندوز آمد امام صاحب آمد اونا بعضی اش درمو قریه اسکی ماندک باز زوج به نام یک ملا قلندر گفتنی از امین حضرت او مردم بودک ما مجاهد هستیم گفته و مردم آواره و در بدر کردن در طرف که آمد دیگه او نمو بازی جا مردم دمی جنگا اونا به خاطر چوکی و مطلب و مقصد خودشان بود برای آوارگی مردم در بدر فکر نکردن که مردم در زمستان بود برف بود خنوکی بود مردم در بدر کردن سرگردان کردن اینجا آمد. نمی جنگ های داخلی تاجیکستان که شروع شد مهاجرین تاجیکستان کلش طرف افغانستان دل خوردن آمده اینجا برشان یک کم جور کرد یا در لپ جب بود خواه برم اونجا مهاجرین کلش آمده بود زن و مرد به چرا گریخته بودن آمده بودن اونجا. اینه میجه بعد به نام ملا قلندر خواب یک نفر اعتباری هست عبدالله نوری از رئیس خصیز رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان بود این نفر اعتباریش بود اگه نمی بدر کمک ها را جذب میکرد از ایران و از هر مملکت از افغانستان در جای کمک ها را جذب میکرد و بیادر میگرفت نصف شه برای مهاجرین توضیح میگن نصف دیگه زیر بعد خودش بفروختی شام نگه شد. یک دوستی بسیار صمیمی بر ما پیدا شد ملا قلندر. این ملا قلندر خیلی دوستی و رفاقت ما کهی سر شد و نگم ما که دکان داشتیم یا همین کمک های خیلی همون یک دمی سازمان ملل از سویسار هستی که برش می آورن این بود همین چی میگیم همین مواد خوراکات مربوط همون میشد از همون نهضت همون اسلامی همون مردم تاجیکستان بودی از همون خوراکی مردم چیز مثال کمپل بود و مثال هرچی که بود بودی می آورد پت پت ای خوراکی همون خلق خودشان هم مثال می آورد با ما سودا میکرد میگه خمیر برای ما جاگا جاگا میارد شب میامد یا شام میامد پت میارد سودا میکرد باز ما این را برش پول میدادیم میره بدارم. در
давраҳои ҳиҷрат дар Афғонистон дар кампи Хонаобод як қисмати моҷири Тоҷикистон ҷойгир шидагӣ бидан дар ҳамун кампи Хонаобод дар онҷо роҳбари тақсимоти хурду хӯрок ва дигар чизҳое ки аз давлатҳои барои кӯмак барои моҷиро меоварданд Мулло Қаландар ҳамонҷо масъул буд намояндаи бигем ҳизби исломӣ дар ҳамун кампи Хонаобод ва мо як чанд бор ҳамун моҷироро хабар гирифтем ва дар вақти бо онҳо вохӯрдан онҳо арз карданд ки ҳамин Мулло Қаландар чизоеро ки барои кӯмаки мардум меоранд онҳо мегиранд ва пурра ба дасти ҳамун моҷиро намерасанд ва Мулло Қаландарро мо даъват кардем бо ӯ ҳатто одамое ки кадом рӯзе ҳезум барои алови мардум будаст бурда фурӯхта будаст қапида бистанаш ҳамун одамонрам даъват кардем бо ӯ дар ин масъала ки мардуми моҷира ҳақшона нагиранд ё надузданд ё нафурӯшанд ба мардум барасонанд. Дар уҷа худам қумандон будам, қатъи қумандонои тоҷикӣ ва афғонӣ бисёр зич алоқа доштам, рафту омад доштам. Қадари Муҳаммад Иқбол яке аз муассиси Наҳзати Исломӣ буд, Мулло Қаландар, мо умрам Мулло Қаландар мегуфтем. Аз тарафи Нурӣ ҳамчун масъули тақсимоти ҳамун хайриҳое ки аз тарафи Салиби Сурх Ҳилоли Аҳмар ба тарафи Наҳзат муҳоҷирин дода мешид, ӯ ҳам яке аз чи масъулаҳо буд. Падараш вақте ки масъул али ҳамун Салиби Сурх буду, бигем ки хайриҳо ҳама дар дасти падари ҳаме буд, дар дасти Мулло Қаландар, хай писараш 12-13 сола буд тахминан, ҳамо ҳолатда Мулло Шариф гуфтаги одама меованд барои таълими динӣ ки ҳамин Мулло Шариф ҳамин бачаи мара дарс бите, таълим бите. Баъд вақте ки дар ҳамунҷа дар пеши Мулло Шариф и Муҳаммад Иқбол дарс мехона ва таълими динӣ мегира, баъд и Муҳаммад Иқбола қумандонҳо пул метана и Мулло Шариф мегиранд. Мегиранд 5-6 моҳ қариб то як сола ира таҷовуз мекунанд дар ҳамун ана хонаямо қумандонҳоломо бо дигар қумандонҳоямо афғон. Баъд аз тарафи бигем ки тоҷикҳо афғонҳо да ҳамин чиз овоза мешавад. Як касе дига буд ба номи Мулло Шариф, ҳамин чизе ки моҷирин аз тараф омада буданд, ёро дарси исломӣ медод, дарси аз Наҳзат буд, аквам номоиди Наҳзат буд. Дарси исломӣ медодашон бадар ин бачаи Мулло Қаландар нест. Иде як бача дошт, як ба номи Иқбол, чи як шаҳи буд, як мақбул бачаи буд. Иде бадар пеш аз ин чиз дарс мехонд. Пеши Мулло. И Мулло дига худам чи коро кард, чи кард. Балохира як рӯз Қумандон Ғулом, ма чим намефаҳам ба чи техник, ба чи ҳисоб иро гирифт аворд. Гати худ ба чи чи да, иро бача духтар, духтарона пуш буд. Як духтар, кор духтарона, чи калай духтарона да ҷамаш мекард. Ми пушид бедар. И дига рӯз кор номашо кард чи мекард. А яке аз рӯзо бедар ма мут рафтам. Тараф дукон Ирор. Мебинам ки Иқбол бедар ба инҷа. Назир пой Ирор чи мегирӣ? Вала гуфтам ага нати ага бонам. Не намеша хуб балохира фофшори кадем мом бада як чи каза дам. Бози баша дега мохта шуд. Ҳар дигар меамад намуҷа мерад амали шуд дега. Қаландар ами меамад мерад боз як рӯз ам бача ки ша як пир аворд гуфт ма чи меша ки бача меша гуфт номи чи аст? Гуфт номиш Муҳаммад Иқбол аст. Падараш як рӯз омад гуфт ами мирадам пеш Мулло Шариф мемонем ам чизои Наҳзатӣ аст гуфт ам тоҷикистон мардуми худам тоҷикистон буд дигам муллоишон боз ида пеш ам мехонд чанд қапас боз ида ами дар кадом ҷои бача ра ами Қумандон Ғулом мебинанд дар кадом кӯча ва ҷо мебинанд хай бача ки сафеду хушрӯ буда сафедага хушрӯ буда маъқулш меша ами Қумандон ира мега ба ам чи оша вазифа меда ки ира пайдо кунед ам бача ра боз як рӯз ами тӯй буд рафтем ами хай мардум дар тӯй рафтем ами кадом чиз ами Қумандон Ғулом тӯй буд мо рафтем хай ами ӯ ҷанами равоҷи ман чиз ами Қумандонам бача бозӣ зиёд мекунанд
باید خیلی همین دنبوره و همین تبله و همین چیزا بود و دیدیم که آقایت همین همین بچه قلندر دیدیم که همون بچه است. این بچه های خیلی کلای زنکای پوشیدن در پاش زنگ بسته کردن این می بازید بازی میکرد های بچه ما تو خیلی یک دیگه هم همو قلندر پیش ما می آمد و یک کسی دیگه میره میشناخت های بچه ببینیم این بچه هم بچه نیست که پیش دو دکان دو میمد من تا منامو هست گفت هی والا کار چی نشد کار بد شد ما رو نمیدارم خیلی کاری اون قماندان هاست دیگه ملا قلندر یک بچه همه تو مقبول داشت خوش روی بود و نامش دیگه محمد اقبال نام داشت تک وزیره یادم آمد اونمو مقبول محمد اقبال را باز بسابی بچه اونمو باز بچه بیروش سفیدان گرفته گوجه در میمان خانه دیگر همو در توی و در تمام شوزا میبردن و اوجه رقص و بازی میکدن و بعد از او باز کارهای نامشروع را قطیش میکدن در او سحنه بود که نه باز دیگه عسکرای از او هم مخته شد به این کار باز خودی او بچه هم موافق شد که امیر هم کارا را به امرایشان بکنه این رقم باز یک نامبدی برای مردمی از برادرهای ما شده که دیگه بیچاره نامشان را سبب میکد و آدم بازچه هم باز میبود و باز میکد و سر از او بچه ها بالا میشد و همین عسکرای خودش بود بیخی نامبدکن کار بود گمش کرد همین نام فامیل افغانستان و تاجیکستان بیخی بود در کدام توی موی میرفتی البته توی میرفت ها چرا اون بچه بازیش هم خود توی میشد دیگه زنبور چالان بود و بچه بازی بود و اون کارا را بیخی کارا نامشروع همی گفتنش خوب نیست که آدم بگه میره بیخی پدر یادم مگر چند ملا بود یک روز باز در دکان بیم قلندر آمد قلندر را گفتم که همون بچه محمد اقبال دیدیم پیش قماندان غلام چی میکرد پیش از او دو توی بود و کلاه زنکی را پوشیده بود و این بزن میکرد بازی میکرد و این پدرش همون تو سرش همون قلندر سرش تا و جگرش خون و مهتم این را کی در اوجه برده پیش او قماندان برده پیش او قماندان این را کی معرفی کرده نگفت والا خیلی همین یک کار شد دگاله همون کار شد دگاله چی رقم کنیم حالا چی رقم اینجا بگردیم چی کنیم حالا جان مهتم خیلی بچه تا چی رقم میکنه پیش از کشیتا گفت خیلی نمیدانم بخواد چی رقم میکنم مسئلیت کرد که ما گفت خیلی نمیشه گفت آشم خان گفت نمیشه گفت مجبور ما ایجا بریم گفت یک فند و فریب کرد از ایجر ایلا کنیم دیگه آبرو ایجا دمان نمونده ایجا پیش خلق پیش هم اگه سرم خم شد گفت ایجا گفت باید ما بریم گفت یکان اولاد یکان طرف دیگه بگردیم بریم گفت دیگه گمش کردم دیگه اب آخرهای ماه فوریه سال 1993 با سپارش رهبر سابق حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری در شهر طالقان سازمان امنیت مهاجرین نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس داده شد که در اونجا رئیس سازمان با تخلص خالد جمعه بیگ سلام تعیین شد معاونان او سلطان حمد و بنده یعنی که سیاک و سجاد و ششایبش معاونان رئیس سازمان امنیت مهاجرین تاجیک تعیین شده بودند. قید کردن ضرور است که بعد تأسیس دادن سازمان امنیت مهاجرین نهضت اسلامی تاجیکستان در تمام شهرهایی که کمپ های مهاجرین وجود داشتند علل خصوص در شهر قندوز، شهر خانآباد، شهر طالقان ولایت تخار و در شهرهای تاشقرغان و مزار شریف ولایت بلخ شعبه های همین سازمان امنیتی نهضت اسلامی تشکیل کرده شدند. باید گفت که همه روزه معلومات هایی که اوید وضعیت کمپ های مهاجرین دسترس شعبه های سازمان امنیتی میشد و همه روزه معلومات های همه روزه وضعیت داخلی کمپ های مهاجرین رو ما در دست خود داشتیم. در بین معلومات های به سمنید وارد گشته به ما درباره پسر یکی از مؤسسان و سرکردگان سابق حزب نهضت اسلامی صدرالدین قلندر یا معلوم با
نام ملا قلندر معلومات رسید. در معلومات گفته می شد که ملا قلندر فرزند خود محمد اقبال را برای سبق دینی گرفتن به دوملوهای بانفوز با نام ملا شریف تاجیکی که او هم در کمپ امیرآباد گریزه شده بود به نزد او می سپارد. در منطقه کمپ امیرآباد قماندان غلام گفتنی افغان با برادر خود نفوذ کلان داشتند و آنها در منطقه امیرآباد و خان‌آباد خلاصه خود را هم شاه می دانستند هم وزیر. آنها به کسی اطاعت نمی کردند و گپ کسی را هم نمی گرفتند. و روز قماندان غلام در کوچه محمد اقبال را که خیلی نورس زیبا و دقت جلب کننده بود او را در کوچه می بیند و با او معقول و محمد اقبال با قماندان غلام معقول می شود. و بعد از این قماندان غلام با نوکران خود امر می دید که با هر راهی که نباشد، با کدام راه و واسطه‌ای که نباشد، همین نورس تاجیک گرفته به نزد من بیارید. و عاقبت با پول کلان محمد اقبال را از ملا شریف خریده به نزد قماندان غلام می برند. بعدا ما فهمیدیم که یک پسر دوست است ملا قلندر به نام محمد اقبال و او در دست غلام قماندان دادر قماندان امیر به دست و پیش خدمت او چریک بگیم به زبان مردم افغان پسر ملا قلندر استفاده میکرده بیستن خبر ما هم بسیار یک فهمیدیم ننگ من اومد که این پسری تاجیکا اونو همچون پیش خدمت استفاده میکنن. در دوام قریب یک سال که محمد اقبال با همراهی او بود قریب هر روز و هر شب محمد اقبال را لباس زنانه پوشانده و پای او زنگوله بسته و او را مجبور میکرد، در اولها مجبور میکرد که و در نزد او رقص بازی نماید تا که خوشحالی خود را خلاصه با همه را تامین میکرد. اون نفری که غریزه های شهوانی خودش را اگر فرض کردیم اداره نکند، غریزه های شهوانی بالا میگیرند و در صورتی که یک بار و دو بار گرفتار شده باشد همین نفر فرد نسبت خود با همین خیل حالت ها، با همین خیل عمل های گوناگونی خاراکتری شهوانی داشته، اونگاه از نقطه نظر پسیخولوژی این حسیات ها هن، این حسیات ها که یک نوع حالت قناعتمندی را در ارگانیسم به وجود می آورد و آهسته آهسته به طلبات باطنی همین نفر آدم تبدیل می یابد. بعضی قماندان های ما، قماندان های تاجیکی چی میکنن؟ پیشنهاد میکنن که اجازه دید ما میریم بزوری میزنیم میگیریم بچه را او چی؟ او چه حق داره که بچه را نمیته؟ من نکه از طرف راهبریت نهضت اجازه نمیشه که ما خودمون در طرف تاجیکستان جا نداریم. از اونجا مثال گیریم که با جنگ و با جنجال برامدگی آمدگیم. امروز اگر ما قطعی و جنگ و جنجال اثر کنیم این جنگ برای با جا نمیمونه. خواستیم با غلام یک و خوری کنیم و دعوا کنیم که اونا را پس بگیریم. ما هم قوای کلان داشتیم وقت در افغانستان و با کدام نفر اینه که ضرورت میشید استفاده برده میتونستیم و او قماندان غلام هم در همه خانه آباد جایگیر بود. صدی روی ای کاری مسئلیت ما کردگی همین با روبریت همین حزب اسلام و همون کلان سالان در بین ماجرا زندگی میکردگی مردم ماجر تاجیک بودن که اونا صدی همین راشدن و با ما مسئلیت دادن که اگر این کار نکنیم که با خون ریزی میشه بین مردم محلی همون خون آباد و مردم ماجر با مناسبت دیگر بزیب می شود که خون ریزی که شد. برای همین نموندن و بعدا چند روز پس فهمیدیم که ملا قلندر پسرش و از همون
قماندان غلام چند که پول داده با پول خرید از گریت از و از شرم در بین مردمی خونو بود دیگه زندگی کرده نتونست است و به طرف هیرود رفت است. ملا قلندر که در کمپ امیرآباد مسئول مالیات و تقسیم موادهای بشر دوستانه که برای گریزه‌های تاجیک می اومدن بود و از این را او درآمد کلان داشت و پول کلان هم به دست آورده بود و در این کار به غیر از این راهبر همین سابق حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری هم که به صدرالدین قلندر کمک پولی میکند و فقط با همین راه پول کلان عاقبت صدرالدین قلندر پسر خود محمد اقبال را از قماندان غلام با پول کلان خریده میگیرد. مسئول بود در صلیب سرخ برای تقسیمات و گرفتن و تقسیمات کردن اما گیم که خیریه ها و کمک ها خیلی خیلی جمع کردگی پول داشت است با ای طرف راهبریت نهضت دستگیریش میکنن بعد امو چند پول قطعه ای دست قماندان غلام همو بچه‌ش محمد اقبال میخره بعد که میخره اوزه میشه که هم خیلی گپای دیگه طاقت در همو بگیم که بین مهاجرین و در سمت شمال افغانستان در امیرآباد و در تخار استادن نمیکنه و نقشه میکشه که چکو کنم که ما از بین همین مردم کمتر دورتر باشم تو اینکه همین اوزه و دروازه بین مردم بروه بعد آنها مصلحت میکنن میگن در هیرود مو نماینده فرض مثلا یعنی دفتری همین نهضت اسلامی را نداریم در چند اطراف و گوشه‌های افغانستان و خارج از افغانستان داشتن نیکی اوجا نداشتن بعد میگن این ملا قلندر بسیار چی داره یعنی تجربه داره میتونه که در همون هرات هم یک دفتر بکشه و برای کمک هایی که برای نهضت در کاره از او صلیب سرخ هم با زیادتر این فایده بیاره بعد چند پوکتش داشته با یاردمش میکنن از طرف نهضت براد اوجا اجاره بگیف یکان اتاق خوبه و همی دفتر نهضت هم بکشه بعد این بچهش میگیره قطعی خودش دیگر نمیمونه اینجا که آمخته با دیگر اوغانوی که اگون کس دیگر با بای اخلاقی بعد ایرا چی نکنه گفته بعد میگیره محمد اقبال میره و امو چی انا هرات بعد در هرات چند وقت زندگی میکنن بای بچه را با گفته امو مردم که میگرخت است پدر اطاعت نمیکرد است میرفت از هر سو با همو موقع ها و جایی را که همی خیلی اخلاق های بد در اوجه انجام می شود همون جا را می افت است می رفت است همی کارا را با انجام دادنی می شود و انجام می تن پدرش بعد عذابش می تن شرم و ناموس به لباس مانندند هر قدر فرسوده شوند به شرف نسبتشان همان قدر به پروا می گردد حکمت بزرگان قلندر صدرالدین از شرم و حیا دیگر نمی توانست در اردوگاه گریزگان در قندوز بماند زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام می دانست خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهلی آیلش را گرفته به هرات می گریزد ولی آیا می توان از بشرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود ناموس را
اصلا درست است که گناهگاری اساسی در این بی‌ناموسی و بی‌ننگی و فاجعه بسری محمد اقبال آمده پدرش و سرکردگان تشکیلات تروریستی نهضت اسلامی بودند که جنگ خانمانسوز را بر سر مردم تاجیک کشیدند. محمد اقبال در قطار دیگران یک قربانی جنگ تحمیلی نهضت تروریستی و خواجگان بیرونش بود و هست. قرار داشتن در این پیشرفی و موقعی عاجزانه سمت حیات مینبعده محمد اقبال را به کلی تغییر داد و دیگر بیمار شده بود، گرفتار دردی که معالجه نمی شود. مناسبت او با پدر که در این بدبختی خود مجرمش می دانست یک بار سرد گشته، منتظم از مکان زیستش در هرات می گریخت و برای تسکین بخشیدن دردش همنشین و همبستر می جوست. محمد اقبال 12-13 ساله بچه ای او قدر در این بوره ماهی را گناهگار کردن نمیتونیم. اساسا گناهگار پدرش های نهضت اسلامی های. وقتی که پدرش همی نهضت اسلامی را ساختن و ساختیم و مردم را در همی چیز که آوردیم، خیلی عاقبت جنگ خونریزی و جنگ خونین در تاجیکستان وقتی برپا کرد نهضت اسلامی، عاقبتش به همی کارا بعد یعنی سمراش و نتیجهش همی کاراش، یعنی همی بد اخلاقی محمد اقبال، خب با نرکبیزنس گرفتار شدن بعضی دیگرها، نرکمن شدن بعضی دیگرها، تجاوز شدن بعضی زنها و دخترهای تاجیک در افغانستان به چشم می رسید، همه همی سببش همین نهضت اسلامی است. هیچ یگان چیز دیگر نداره. نهضت اسلامی یک نهضت است که تمام مردم ای همه جهت ضرر داد، از جهت دینم، از جهت اخلاقم، از جهت انسانیگریم، از جهت وطنداریم، ای همه جهت. صد دلیل پیش میارم تا که اینو جلب کرده میشوند. این کودکی که هنوز یک گلی، یک یعنی خیلی بلولک، یعنی ناشکفته است، این کودک دعوت کرده میشود، جلب کرده میشود، گرفتار میشود و این بدبختی خود را این کودک که روحان، جسمان، اخلاقان، فطرتان، ایمانان شکسته می شود، هیچ وقت این روح و روان شکستگی خودش نه به مادر، نه به رفیق، نه به دوست، نه به معلم، نه به نزدیکترین آدم ها گفته نمی تواند. محمد اقبال صدرالدین در شهر هرات هم با همون درد بی‌دوایی که گرفتار شده بود، یعنی بچه‌بازی، در شهر هرات هم همین کار خود رو دوام میدادم دست. یعنی که او شبها از خانه گریخته در جایهای مخصوصی همون شهر هرات با لباتبازی، بچه‌بازی و با درد خود دوام میبخشید است. در همون هرات هم فهمیدیم که یک چند وقت همون محمد اقبال گپی پدرشون گوش نکرده، خیلی کسل یار شدگی بود است. دیگه شبو به هر طرف می رفت است و عاقبت پدرش قطعی بسیار گپای پست و بلند زده و ایجا گریخته طرف پاکستان رفت است. در امین گردوب به سبب حزب نهضت اسلامی گرفتار کردن امین محمد اقبال، همین حزب اسلامی است که همین جنگ تشکیل کردن و محمد اقبال همین چیزا رو درک کردگی که پدرش در همین چیز مسئول بود و وابسته بود، همین بدبینی و کینه گرفته در جنازه پدرش حتی اشتراک نکرد. من وقتی که از پدرش که دواش نمی آورد و بسیار عذاب می ته پدره در هرات، محمد اقبال بعد فرار میکنه از دست پدرش، میره و پاکستان چند وقتی در معهد ابو حنیفه تحصیل میکنه، بعد اوجا با لاهور میره و همه اخلاق و کارهای بعد که در اوجا دوام میته، باز میبینه که شرمندگی زیاد شده ایستاده است و یا نگاه نکرده ای اوجا بعد به طرف امارات متحده، به طرف دبی فرار میکنه. لیز بوربونوم یک متخصص بزرگ امریکایی میگه که در روی زمین آدمان بد و نیک نیستند، همه آدمان در زندگی آزاری دیدند و در نتیجه این آزارها خرکتر آنها، تقدیر آنها به وجود آمده است.
میگه که در روی زمین آدمان اذیت کشنده هستند و این اذیت ها در تقدیر آنها شکل گوناگون دارد. یکی از شاخه های دیگری پسیخوپاتیا این همجنسگرایی میباشد، یعنی که همجنسگرایی علاقه جنسی به همجنس خود. این اول در شعور همون بیمار پیدا میشد، بیمار اول کوشش میکند که به این مبارزه برد، لیکن در آخر با مرور زبان با گذشت وقت شعور بیمار رو پورا فرا میگیرد و در بیمار رو دیده میشود مثلا اختلال رفتار، آنها دیگر کردار خود رو اداره کردن نمیتونند، یعنی که بیمار به همون خواهش های بد اخلاقانه خود که در شعور وی پیدا میشوند مبارزه بردن نمیتونند. تا چند قدر که کوشش میکند که همین کردارهای خود رو پنهان دارد یا که به همین کردارهای ناشایسته دست نزند، لیکن به اون میسر نمیگردد. باید مخصوص قید کنم که شخصان گرفتار این بیماری، یعنی که همجنسگرا، با مرور زبان با گذشت وقت شرم در آنها نیز میشند، حتی آنها ترس رو نیز از خود دور میکنند، یعنی که نترس میشوند. انا برای به هدفهای غرضناک خود رسیدن حتی میتوانند که به دیگر کارهای ناشایسته و مثال به جنایت مثال میتوانند دست زنند. یعنی که چه در بالا گفتیم این ناموس این آدم ها نیست میشود، این آدم ها به حالت خود به حالت نهایی خود از نقطه نظر تنقیدی نگاه نمیکنند، یعنی که چه که به اصطلاح با زبان روسی میگویند به حالت خود کریتیکا ندارند. البته بعدی از سرگزرانیدن چنین حادثه های متیش در مثال روزهای بسر محمد اقبال آمده، انسان شخصیت خود را بی بازگشت از دست می دهد. ننگ و ناموس، شرف مردی برایش بیگانه می گردند. شرم از نهادش گم می شود، بیرون می گردد. در کوچه و بازار مکان و خانه های مخصوص را می جوید تا عادتی در وجودش یک عمره مسکن گرفته را برای مدت تسلا بخشد. او متادی را میماند که برای از بین بردن درد و پیچش استخوان‌ها جهت دریافت مواد مخدر به هر عمل قادر است. وقتی که روح ما را میشکنند، ما آدمی کامل حیات تنوی شده نمیتوانیم و روح این آدم ها وقتی که یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار اینا به این کارها جلب کرده می شوند، اینا سیر و اسرار خود را به بیرون به دیگران نقل کرده نمیتونن. آدمایی می شوند که همیشه در یک فضای محدود زندگی میکنن. آدمایی می شوند در دل خود کینه زیاد میگیرن. آدمایی می شوند که نسبت جمعیت با آنی که آنها را شکستند اینا قصاص گرفتنی می شوند به این جمعیت. یک ننویست، یک بدبینی نسبت جمعیت، نسبت آدمیت پیدا می شود در وجود این انسان ها. اساس کار، بنیاد کار از چی سر می شود؟ اولی کار با شکستن روح و روانی انسان سر می شود و بالاخره اینها آهسته آهسته با این روح شکسته، با این قلب شکسته، با این جسم و روان شکسته خود و آن کار عادت میکنن. از همه بدبخترین اعمال این است که وقتی روح و روان اینها شکسته میشود، اینا کوشش میکنن که دیگرها را به این بدبختی جلب کنن، گودکان دیگرها را جلب کنن، پسران دیگرها را، دختران دیگرها را که آنها در مکتب میخوانن، اگر گلس توکش بستگی و لباسای زیبا پوشیده رشک میکنن به آنها و کوشش میکنن که از طبقه سالم به طرف خودشان آدم را جلب کنند. چهره فریبگر همه مقصدهای را که دل مکارانش به نقشه گرفته است پنهان می دارد. حکمت بزرگان. طور شاهدان نقل کردند، بعد این حادثه های پر از ننگ و نفرت و شرمندگی در میان عامه، ملا قلندر با اهل آیلش به هرات کوچ بست، یعنی خواست از نظر جامعه و مردم خودی آبرو ریخته
و پسری ناموس باختش را پنهان کند، ولی کجا میتوان از خود گریخت؟ هر دفعه محمد اقبال را دیدن آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را میسوخت، خاکستر میکرد. بزمی این شب و روز از خانه غیب زدن های محمد اقبال احوال او را خرابتر میساخت، زیرا یقین میدانست که پسرش باز پی جستن ملهم دردی که دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهکار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، عقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طوری روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید. بعدی فریب دادن شریکان تجارتی و صاحب مبلغ مفت گردیدن، او به اروپا گریخت و جامعه را دریافت که برای دردمندان چون او مکان راحت است. او اکنون مصرعی کند هم جنس با هم جنس پرواز را زود زود تکرار میکند و به معنای اصلش شرح میدهد. تنها پدرش را تا آخرین نفس های عمرش نبخشید، چون در وجودش نیمی ذره از اصالت انسانی و مهر بر پدر باقی نمانده بود. در جنازه او اشتراک نکرد، حالان که در اروپا قرار داشت و با خرج کمترین میتوانست خود را تا مکان دفن پدر رساند. این عمل تکراری همان مناسبتی بود که سرکرده تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری نسبت به مادرش روا دید. کبیری وکیل مجلس نمایندگان بود، با کارهای شخصی و حزبیش به مسکو رفت و در وطن مادری بیمار و تشنه دیدار فرزند وفات کرد. با وجود آنکه تمام امکانات مالیوی را در اختیار داشت، به جنازه مادرش نآمد. حالان که همه روزه در مسیر مسکو دوشنبه 6 ریس پرواز موجود بود، کبیری منفیت های خود را از جنازه و گسیل مادر در راه آخرین بالا گذاشت. محمد اقبال صدرالدین عیناً چنین رفتاری سرکرده معنویش را نسبت به پدر خود تکرار کرد. یعنی با زیاده از 20 ریس پرواز سمالیات ها بین فرانسه و پولشا، حرکت بی‌محدود قطاره و اتوبوس های مسافرکش نگاه نکرده به جنازه پدرش نآمد. پدر پرارمان دنیا را ترک کرد و پسر حتی پس از مرگش او را نبخشید. اونایی که از پدر رنجیدن خیلی روشنند. این گونه آدمون از تمام رهبرها میرنجند، زیرا دعوای محبت پدر را از رهبر میخواهد بگیرد. رهبر که پدرش نیست، اون را دوده نمیتواند. او از رهبر ناراضی است، او از معلمش ناراضی است، او از رئیس قشلاقش ناراضی است. و من اصلا اونهایی که از نگاه موقع اجتماعی روانی میتوانند در مسند پدر بشینند، از اونها اون دعوا رو دارد و از بس که گرفته نمیتواند، همیشه در حالت جنگ، مخالفت، ناراضگی، اعتراض با این آدمان قرار دارند. اشخاص قلاب و متعصب تنها پشیمان میشوند، اما اصلاح نمیکردند. حکمت بزرگان. از ناموس گم کرده مثل محمد اقبال صدرالدین دیگر چی را میتوان انتظار شد؟ در نهاد او شخصیت جایگاه خود را گم کرده است. از نشانه های مردی برایش تنها همان واژه نشان دهنده حیثیت جنسی باقی مانده است که در ورقه شناسنامه اش ثبت است. محمد اقبال صدرالدین ثمره، میوه تلخ نهال جنگ است. سخن اینجا تنها درباره او نمی رود. حادثه بر سر او آمده باید نفرت همگان را نسبت به جنگ به وجود آرد. این فاجعه ملی است که نورس را غلام پدیده منفور و شرم‌آور دایره های افراطی موجوده بچه بازی گردانیدند. این غلام دیگر حیثیت و شرف ندارد. مفکوره غلامی و مبلغی از حساب آن دریافته دیگر برایش امکان نمی دهد که از مقدسات سخن گوید. حتی اسلامی او در نوگ زبانش است، نه در عمق قلب. اگر مسلمان حقیقی می بود، از تهمت، غیبت، دروغ، دشنام، ناسزا، بدنام کردن دیگران، رنجانیدن، عیبجویی، سخنچینی، ریا در گفتار،
شهادتی بر دروغ، خبری را ندانسته پهن کردن، سوء استفاده دین و مذهب، با مکر و فریب قرضدار، کساد و خانه ویران کردن مردم پرهیز میکرد. این گونه آدمان میتوانند در هر کجای زندگی ما با شما بخورند. و اگر که این گونه آدمان به عرصه سیاست میدرآیند، خرابکاری را میتوانند از خانه خودشان سر کنند. اینا میتوانند نسبت ملت خودشان، نسبت دیار خودشان، نسبت اهل و اولاد خودشان، کشتبار خودشان، باز بس که محبت ندارند، نفرت. این جایی که محبت نیست، اونجا خلق نفرت پر میکنند. و آنها همه این آزار و علم و دوشتگیشان رو وسط دیگران میریزند، یعنی علم ایسا رو از موسا میگیرند و در این میتوند پیش روشان ملت هم باشد، میتوند اهل و اولادشان باشد، خشتبارشان باشد. اینها اون وقت دیگر چون که گفتم این چون کودکی که برای قند خش میکند، اون وقت دیگر اینو جدا کردن نمیتوانند که این به منفعت ما است یا به ضرر ما است، این به منفعت کی هست به منفعت کی نیست. اینها همیشه از منبر درد سخن میکنند. وقتی که یک جاتون درد میکند، عقل تحلیلی کار نمیکند. محمد اقبال صدرالدین قربانی است. قربانی جنگ و جنگ اندازها در سیمای تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی. جنگی که برادر برادر را میکشت. جنگی که یک نفر را به خیانت کردن مواجه ساخت. اول در برابر ناموس جوانمردی، اکنون بر ضد ملت خود. تحقیر و بی‌ناموس شدن خود را عیب ملت حسابیدن است. میخواهد انتقام گیرد. توسط هرزگوی ها و حقارت و توهین در شبکه های اینترنتی آرزو دارد که چنین درد و بدبختی ها باز بر سر ملت بیاید. تعداد خیانتکاران و همصف و همدردان خود را زیاد نماید. این بودم آدمان خیلی خطرناکند. برای خودشان خطرناکند، برای اطرافیان خطرناکند. آنها با کمک ما و در بعضی مواردها شاید با اصول های دیگری که آنها باید از دیگران برکنار کرده شوند شاید نیاز دارند. همه اصل عمل هایی که ما داریم از نیت آغاز می یابد. اگر سرچشمه کار ما نیت ما محبت باشد، عالم گلستان می شود. ولی اگر نیت سرچشمه منشأ عمل ما، تکون دهنده کار ما نفرت باشد، رنجش باشد، انسان به مراد نمی رسد و به کسی هم نیکیش نمی رسد. و جایی که قدم این آدم می رسد، متاسفانه می تواند خرابی ها با وجود بیاید. مسلم است که ملت ها محض برای پیشگیری نمودن چنین فاجعه های ننگین و سنگین استقلالیت می خواهند. صلح و صلاح، آرامی و آسودگی را مقدس می دانند. ما نیز باید به تکرار شدن چنین حوادث ننگین دیگر راه ندهیم. ریشه منفوری عقیده، مفکوره افراطی، تبلیغ کننده جهالت و تاریکی را که زمینه بر سر محمد اقبال ها آوردن چنین اذیت و آزار را فراهم می سازد نیست نماییم. امروز ما در وطن عمر بسر می بریم که راه فردای نورسان و جوانانش روشن و درخشان است. هر یکی از تمام امکانات برخوردار است تا آزادانه در مکتب، دانشکده و دانشگاه تحصیل نماید. راه دلخواهی سرنوشتش را خودش انتخاب کند و آینده خود را با دست خیش بسازد.